بینندگان عزیز، هفته گذشته ما در باره نوپدید شدن یک روحانی توجیک در روسیه و پیدا گردیدنش در تاجیکستان خبر داده بودیم. امام خطیب یکی از مسجدهای نویه رژی ولایت سویردلوف سید نوردین روزیقف، مشهور با نام ایشونی سید نوردین، 24 مارت در روسیه بازداشت شده، شهروندیش بیکار گردید و دو روز بعدش در دوشنبه مورد بازپرسی قرار گرفت. او را عیبدار کردند که با جریان سلفیه همکاری میکند. واقعی اکنون رویشی دیگر پیدا کرد و همکورا میرزونبی خالق زود آن را پیگیری نموده است. خوب، درباره این قضیه چی گپی نو دارید؟ شالا، گپی نو این است که سید نوردین روزیقف آزاد شده است و شهروندی روسیهش بیکار کرده شدگی است. حالا نمیداند با چی را با چی شرایط به روسیه به نزد خانوادهش برگردد، زیرا از سال 1998 به این طرف و شهروند روسیه بوده، در ناحیه رژ ولایت سویردلوف همراه فرزندان و نمیرنگانش زندگی میکرد. مقامات رسمی تاجیکستان حادثه از روسیه دزدیده شدن او و عموما وضع و حالت فعلی او را شر نمیدهند، ولی ظاهرا آشکار شده است که او بیگناه است و عیبنامه ضد او اثبات نگشت. من روزی خود سید نوردین بهرانویچ، روزی 24 بود ماهی مرد، از طرف شخصیت نامعلوم بازداشت شدیم به یکان حجت. یک جو شب مرگ شدیم، روزانه 25 منه با سمالیات شدیم، در روی کردم با دوشنبه در امنیت تفتیش شدیم، کوتاه گم در امنیت تفتیش شدیم. بعدی تفتیش شدن که ثابت شد بیگناه بودنی من، سر دادن، یعنی در آزادی قرار دارم. امروز یعنی در خونه برادرم، با برادرم یعنی حیاتی مستقل، حیاتی آزادانه برده، آرامان زندگی دارم. لیکن یکان حجت در دست ندارم غیر یک، اونی که کردم در همین جدیدین شیش میگن باید یک کاغذی هست که بعد شین هر اودینه هر واز برا شین از کنسولگری گرفتم، ما رو همورا دادم، اون نه واز برا شین دورم خلاص. به هر حال اسنوی ورود به تاجیکستان سید نوردین روزیقف بازداشت شده بود، نه؟ ببینید، همطور که در این نوار هم دیدیم، بازداشت و ربوده شدن سید نوردین روزیقف خیلی پیچیدگی ها دارد. قبلا نزدیکانش گفته بودند که مقامات برای آزادی او 1 میلیون روبل روسی یا 11000 دلار طلب کرده بودند. حالا به گفته آنها مقامات پرداخت مبلغ را ضرور نشماریدند و این مسئله با سبب های برای ما نامعلوم از بین برده شده است. همه این مشکلات از آن جاست که مقامات تماما این قضیه را شر نمیدند. یگان نهاد انتظامی کشورم هیچ گونه اظهارات درباره او نش نکرده. خب، حالا سید نوردین روزیقف میخواهد به روسیه برگردد، هم خیل؟ بله، سید نوردین روزیقف میخواد به روسیه برگردد، اما برای این حجت ندارد. بخش اساسی سندهایش در روسیه مصادره شدند و طوری شنیدیم شناسنامه تاجیکی هم ندارد، اما مقامات وعده دادند که به او شناسنامه تاجیکی دیان و سید نوردین روزیقف از روسیه، یعنی نسبت دریافت پاسپورت روسیه شکایت برده است از بالای دادگاه‌های این کشور. تشکر. یادآور میشوم در دو هفته اخیر سید نوردین روزیقف دومین چهره شناخته در میان مهاجران است که با لغو شهروندی از روسیه به تاجیکستان خروج میشوند. روز 25 مارت عزت همان حامی شناخته حقوق مهاجران پس از بیکار شدن شهروندی به تاجیکستان رسانیده و در اینجا بازداشت شد. مقامات روسیه او را به فعالیت غیر قانونی و مقامات تاجیکستان باشد به قلوبی متهم کردند، ادعایی که پیوندان عزت همان بی‌پویه و صحنه‌سازی میدونند.